اطلاع حاصلی به کار خصوصی و اصولا در خود کام پردازا ۲۹ فروردین امروز روز ارتش جمهوری اسلامی در تقویم رسمی کشور بود. نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران سرلشکر محمد ولی قرنی بود که همون اوایل انقلاب ترور شد و شد شهید سپهبد قرنی. درجه سپهبدی رو بعد از ترور بهش دادن، یعنی بعد از مرگ شد اولین سپهبد ارتش جمهوری اسلامی ایران. متولد 1292 در تهران، پدر تو مخابرات کار میکنه. محمد ولی 10 سالشه که پدرش میمیره و مادر بچه رو برمیداره میبره اصفهان. مدرسه ابتدایی رو تو اصفهان میره و بعد برمیگردن تهران و دوره متوسطه رو میره دارالفنون که وسط درس به دلیل وضع بد مالی خانواده میره مدرسه نظام. 18 سالشه که میره دانشکده افسری، مدرسه صاحب منصبی اون موقع، و 20 سالشه که میشه ستوان دوم، فارغ التحصیل میشه. سال 1311 بود درجه ستوان دوی. تا شهریور 20 و انتقال قدرت به محمد رضا شاه به عنوان افسر توپخانه خدمت میکنه. 24 سالشه که میشه سرلشکر، 1326. کودتای 28 مرداد میشه 30 سالشه قرنی. به عنوان فرمانده تیپ گیلان از افسرهای ارشدی است که در کودتای ساقط کننده دولت ملی مصدق حضور داره. بعد از کودتا میشه رئیس رکن دوی ارتش، یعنی ضد اطلاعات ارتش، و تا معاونت ستاد مشترک ارتش شاهنشاهی پیش میره. خصوصیت زبانزد قرنی ضد توده‌ای بودنش بود. در شناسایی و اعدام شبکه افسران حزب توده در سال 33 نقش بسیار مهم میداشت. امتیازها و تشویق‌های نظامی که در 4 سال 32 تا 36 از محمد رضا شاه پهلوی گرفت، کمتر افسری داشت. آجودانی اعلیحضرت همایونی، نشان لیاقت 2 و 3، نشان همایون 2، نشان رستاخیز 1، نشان افتخار و چند نشان دیگه، و 43 بار تشویق کتبی. بی همچین افسری رو اسفند 1336 میگیرن به اتهام تلاش برای کودتا علیه شاه. ارتشبد حسین فردوس که از بچگی نزدیکترین دوست محمد رضا شاه پهلوی و رئیس دفتر ویژه اطلاعات شاه بود، تو کتاب خاطراتش نوشته است: قرنی مشغول بررسی طرحی کودتای نظامی بوده که محمد رضا را برکنار کند و یک حکومت نظامی را سر کار بیاورد. این طرح از مدت‌ها قبل به طور کاملا سری تهیه می‌شد و با توجه به شغل قرنی، یعنی رکن دوی ارتش، رئیس رکن دوی ارتش، استتار آن آسان بود. قرنی موفق شده بود موافقت آمریکایی‌ها را به خود جلب کند. این طرح توسط سفارت آمریکا در تهران هدایت نمی‌شد، بلکه ایستگاه سیا در آتن در جریان آن بود. افرادی که مستقیما در جریان طرح بودند عده اندکی بودند: قرنی، چند افسر مورد اعتماد قرنی، اسفندیار بزرگ مهر غیر نظامی که مدتی رئیس اداره تبلیغات بود، یعنی همون سازمانی که بعد به وزارت اطلاعات و جهانگردی تبدیل شد، واسطه بین قرنی و آتن بزرگ مهر بود که مسافرت‌های متعددی بین تهران و آتن انجام می‌داد. بزرگ مهر در یکی از دفعاتی که از آتن مراجعت می‌کرد در فرودگاه دستگیر شد و به نحوی عمل شد که دستگیری او مخفی بماند. بزرگ مهر اعتراف کرد و اسامی اعضای شبکه را در اختیار گذاشت. قرنی و دیگر افراد دستگیر شدند. شاه به خاطر وساطت آمریکایی‌ها برخورد شدیدی نکرد. قرنی به 3 سال زندان محکوم شد که پس از مدتی با مراجعه خانم او به من، یعنی به ارتشبد فردوست، و تقاضای من از شاه بخشوده شد. قرنی خود را مدیون من می‌دانست و لذا در روزهای بعد از 22 بهمن 57 دین خود را ادا کرد. یعنی چی؟ یعنی باعث شد که همکاری فردوس با حکومت بعد از انقلاب پذیرفته بشه و او اعدام نشه مثل بقیه افسرهای ارشدی که به دام افتادن یا خودشون معرفی کردن. لو رفتن کودتای قرنی رو بعضیا میگن کار تیمسار بختیار بود که سر
ریاست ساواک رقابت داشت با قرنی. قرنی قرار بود اولین رئیس ساواک بشه سال 35 که ساواک تشکیل شد. علوی کیا از مقامات امنیتی دوره شاه میگوید ابتدا سرلشکر قرنی کاندید بود، اما رأی شاه برگشت و تیمور بختیار به جای وی به این سمت گمارده شد. باری مجازات قرنی سر ماجرای کودتا 3 سال زندان و اخراج از ارتش. دهه 40 و 50 قرنی اینطوری که مرکز اسناد انقلاب اسلامی نوشته است با آیت الله طالقانی و ملیگراهای مذهبی ارتباط میگیره که به همین دلیل چند ماه هم زندانی میشه. تا انقلاب 57 که درست روزهای 21 و 22 بهمن تو مدرسه رفاه دیده میشه که همراه آیت الله خمینی است. به حکم خمینی میشود رئیس ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی. و تصفیه های گسترده اولیه پرسنل ارتش در اوایل انقلاب رو هدایت میکنه. ضمناً عضو شورای انقلاب هم هست. مهمترین خدمتی که قرنی به جمهوری اسلامی ایران میکنه سرکوب خشن کردهاست در شهرهای مختلف کردستان. علارغم میل و برنامه دولت موقت و رئیس جمهور بنی صدر که البته اون موقع در شورای انقلاب بودن ایشون، حالا صحبت میکنیم با ایشون در ادامه برنامه. دولت موقت اون موقع در حال مذاکره با کردها بود تو سنندج. صدر رایسه جوادی وزیر کشور وقت میخواد سخنرانی کنه، جت‌های نیرو هوایی به دستور قرنی میرن بالای سنندج، دیوار صوتی رو میشکنن. وزیر کشور بلافاصله همون موقع تلگرام میزنه به رئیس ستاد مشترک ارتش قرنی که عملیات رو متوقف کنن چون اینا دارن مذاکره میکنن. پاسخ قرنی جالبه، میگه تا موقعی که این جانب از طرف رهبر انقلاب مسئولیت اداره ارتش را دارم از انجام نظر جناب عالی معذورم. حالا معذورم رو نمی نویسه، از انجام نظر جناب عالی و با وجود تمام ارادتی که به شخص حضرت آیت الله طالقانی و جناب عالی دارم در مقابل خواست تعدادی اجنبی تسلیم نخواهم شد. دولت موقت بعدن قرنی رو برکنار میکنه و یک ماه بعد هم در 3 اردیبهشت 58 قرنی ترور میشه به ضرب گلوله افراد گروهی که اسمش گذاشته بودن گروه فرقان، به هر حال اونطور که اعلام شد و ماجرای محاکمه هم از تلویزیون پخش شد. اسدالله لاجوردی دادخواست دادستانی انقلاب رو میخونه تو دادگاه و گودرزی و بقیه فرقانی ها اعدام میشن. که توسط این گروه به رهبری و دستور اکبر گودرزی خائن ترور شده اند عبارتند از: یک، شهید محمد ولی قرنی، سوم اردیبهشت 58. دو، استاد شهید مرتضی مطهری به خاطر اشاعه تفکر صحیح اسلام. قرنی وقتی میشه رئیس ستاد مشترک ارتش اولین مصاحبه‌ای که میکنه میگه ارتش بر مبنای ایدئولوژی اسلامی باید به تدریج شکل بگیرد. خمینی سال 57 که از سربازا میخواد از پادگان ها فرار کنن هیچ حرفی از ملت و ارتش ملی و حتی از ایرانی بودن نمیزنه. و ارتشی ها میگه مسلمونا رو نکشین، نمیگه هموطناتون رو نکشین. شایسته است که به شاه خدمت نکنید چون شاه خود شیطان است و شما سربازان مستضعف خدایید و شایسته نیست که به روی برادران مسلمانتان آتش بکشایید، چون هر گلوله‌ای که به قلب مسلمانی اصابت میکند در حقیقت به قرآن اصابت میکند. ارتش میگه بیعت کردیم با خمینی برای اجرای قانون بر طبق احکام قرآن. این فیلم که دیدین البته مال سال 65 بود، اجرای بازسازی شده سرود نیروهای هوایی در محضر امام خمینی.
مهمان امشب صفحه آخر دکتر ابوالحسن بنی صدر هستند، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران که سمت فرماندهی کل قوا را داشتند در دوره جنگ که حالا بهش میپردازیم. آقای دکتر بنی صدر، خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. سلام به شما و شنوندگان و بینندگان گرامی شما. درود بر شما. آقای بنی صدر، اجازه بفرمایید که اولین پرسش رو از یکی از دوستان فیسبوک صفحه آخر بشنویم. انتصاب ایشون در کلیدی ترین بخش ارتش و در زمان حضور زاهدی ها عجیب نیست؟ ایشون برای این کار تربیت شده بودند؟ ترور ایشون با چه انگیزه ای انجام شد؟ چه کسی از این ترور سود برد؟ مذهبیونی که در حال اشغال تمام پست های حکومتی و نظامی بودند یا نیروهای وفادار به شاه سابق؟ کدوم حرکت ایشون باعث ایجاد انگیزه برای ترور ایشون شد؟ خب آقای دکتر برنستاد، این ایشون هم که از هر من الشمس که تیمسار قرنی بود، خواهش میکنم بفرمایید. عرض کنم شما اول که در اون شهری که شما گفتید ایشون رو من یک بار در شورای انقلاب دیدم، عضو شورای انقلاب نبود، عنوان رئیس ستاد آمده بود. خب سابقهش، در اون چه که راجب سابقهش گفتید، بله اون تر کودتا رو داشت و در اون تر عده هم روحانی غیر روحانی دستگیر شدن، از جمله اونها آقا مرتضی جزائری که از نزدیکان آیت الله میلانی بود. و بعد هم یعنی وقتی آقای خمینی در نجف بود، ایشون یه پیامی داده بود به آقای خمینی که شما راجع به امریکا چیزی نگویید و فقط در مورد داخل که مثلا شاه برود و رژیم تغییر کند در این حد صحبت کنید. این هم توصیه‌ای بود که اون وقت کرده بود. بعد هم که شد رئیس ستاد، رئیس ستاد رو حکومت موقت نصب کرده بود، ایشون رو به ریاست ستاد. در مسئله کردستان هم که من در واقع در سنندج هیئت رفتیم اونجا، آقای وزیر کشور که شما اسپورتید یعنی آقای حاجی جوادی اختلاف پیدا کردن. او اعتراض داشت که چرا ایشون مثلا تلگراف رمز رو به دست مخالفان سپرده در کردستان و اینکه سیاست اون حکومت رو در خصوصا در اون چه مربوط میشد به تمامیت ارضی ایران و از دید او این رو قبول نکرد و استعفا داد. اما اینکه چرا ترور شد، اونو گفتند گروه فرقان ترور کرده. اون یک افسر اون زمان در واقع واقعیت بگیم در ارتش محبوبیت داشت، نه اینکه نداشت، محبوبیت داشت و طبیعتاً این محبوبیت مطلوب نبود برای رژیمی که از ارتش میترسید و سپاه پاسدار ایجاد میکرد برای اینکه نکنه ارتش دوباره کودتا کنه. گفتن این رو گروه فرقان ترور کرده. اینکه واقعا اون گروه کرده یا نکرده، این محتاج این است که یه تحقیق آزادی انجام بگیره که متاسفانه تا حالا ممکن نشده. اون دستگاه گفت که این فرقان کرده. فرقان چرا او رو کرده؟ حالا آقای مطهری خب میگیم یک گرایش مذهبی داشتن، اون فرقان که این قشت از روحانیون رو مزاحم تلقی میکردن. اما این چه کار داره به قرنی نظامی؟ عرض کنم به شما در اون زمان اون چه شنیده میشد، چون در حد مسموعات زیاد نمیشه روش تکیه کرد، ولی گفته میشد که اصطلاح این یک افسری است با توجه به سوابقی که با امریکایی ها داشته و با اینکه میخواست کودتا کنه و او رو نکشتن، 3 سال زندان و بعدم رهاش کردن، بعدم این همینطور
روابطش با امریکایی حفظ کرده، این یک افسر مزاحمیه در هر حال. ممکنه یک روزی اون رو بخواهن به اصطلاح در ایران بکنن سر، یه نقشی به مهمی پیدا کنه. پس این در هر حال افسر مزاحمی تلقی میشد، این مقدارش قدر مسلم است. آیا این دلیل بر ترورش بوده؟ محتاج مدرک است و اطلاع است که متاسفانه من ندارم. آقای دکتر بنی‌ساعت، شما به یه نکته کلیدی که اشاره فرمودید، این بود که آقای خمینی در نجف که بودند، تیمسار قرنی برای ایشون تلگرام یا به هر حال تماس میگیره با ایشون و به ایشون پیغام، همین پیغام میفرسته، وسیله افراد و بله پیغام میفرستد که چیزی علیه آمریکا نگید و فقط به مسائل داخلی ایران بپردازید. یعنی در واقع همون بلد. چیزی رو، همون منافعی رو که همون هدفی رو که خودش موقع کودتا، اقدام به کودتا حالا دنبال میکرده است، در واقع از آقای خمینی میخواد که وضعیت ایران به هم بریزه، قدرت از دست شاه در بیاد خلاصه. ولی همون، یعنی این تایید میکند که با پشتیبانی آمریکا، حتی گفته میشود که ریچارد کاتم مأمور CIA در ایران بوده است اون موقع و از طریق او در واقع این کار انجام میخواسته بشه و وقتی نمیشه، ریچارد کاتم در سال 1958 یعنی 1937 استعفا میده اصلا از شغلی که داشته است. باری یک چنین واقعیت هایی که وجود داشته است و به گفته شما ارتباطاتش رو با آمریکایی هم حفظ میکنه، چگونه این به فرمان خمینی میشود اولین رئیس ستاد مشترک حالا به طور موقت؟ خب میدونستن اونا دیگه، وقتی که شما میفرمایید و این به هر حال این تاریخچه هست و اینکه با سفارش خود آمریکایی ها فقط 3 سال زندان میرود، در حالی که میدونیم که نحوه برخورد ساواک به ویژه با حکومت شاه با کودتا کنندگان چگونه بوده است، چه نتیجه‌ای میشه گرفت اینو واقعا؟ یعنی این همون نقطه کلیدی و شاید نقطه کوری که همه دنبالش میگردن. بله، خب مثلا سپهبد بختیار با اینکه در عراق بود اونجا ترور شد، این در تهران بود و تر کودتا هم داشت و در واقع امکان هم داشت که به اجرا بگذاره، با این حال زنده ماند. این سوال هست بله که با راجع به او، اما من گفتم یک بار او رو بیشتر ندیدم، اونم در شورای انقلاب. منظورم نگاه خودتونه به این گزینش آقای خمینی که با توجه به آگاهی داشتن از ارتباط او با آمریکا. دوباره میگم که ببینید، ایشون اون وقت نزدیک بود به سران نهضت آزادی، یعنی آقای مهندس بازرگان و اینا نزدیک بود، و اونطور که من یادمه آقای بازرگان او رو به این سمت گمارده بود، نه آقای خمینی. گمان من این نیست که آقای خمینی مخالف بود با نصب او به ریاست ستاد، اما نصبش با آقای بازرگان بود تا وقتی که میانشون به هم خورد به ترتیبی که توضیح دادم برای شما. خب اون وقت شما باید که توجه بکنید، متاسفانه یکی از خلأهایی که این سبب گروگانگیری شد همین تقدم آزادی بر استقلال بود. این سخن نادرست و غلط، فکر نادرست و غلط. طبیعتاً این چون استقلال به اصطلاح در درجه دوم قرار می گرفت، پس عیبی هم نداشت که کسی با اون سوابق بتوانه بشه رئیس ستاد ارتش بعد از انقلاب. بله البته از اون دیدگاه، طرز فکر. بله خب اونا، شما وقتی که میرید توی میبینید که در توافق اون سند معروف دیگه، که توافق بین یک رژیم باثبات از راه اتحاد ارتش و روحانیت با سفیر امریکا همچه توافقی به عمل میاد، شما تعجب میکنید که آقای قرنی بشود رئیس ستاد؟ البته با حکم آقای خمینی تا اونجایی که اسناد نشان میدهد، حالا شما شاهد هستید، بوده اید و میفرمایید که دولت موقت مهندس بازرگان منصوب کرد و به ریاست ستاد ارتش، حکم آقای خمینی بوده است اینجور که اسناد داشون میده آقای بنی‌ساعت، و به ویژه خودش در جواب به احمد صدراحسن،
در جواب به صدرالعالی جوادی هم خودش همینو میگه، میگه من منصوب رهبر انقلابم و بنابراین از شما تبعیت نمی کنم مثلا دولت. باری آره، هم ببینید که این مقامات رو ایشون آقای نخست وزیر پیشنهاد میکرد مثل وزرا و حکم آقای خمینی صادر میکرد. بله آقای دکتر، اصولا درباره ملی ارتش ایران، مسئله ملی بودن یا نبودن ارتش، اجازه بدید که یکی دو سوال ها زیاد از دوستان صفحه فیسبوک صفحه آخر، اجازه بفرمایید یکی دو تا در همین پیوند بشنویم بازگردیم، از شما خواهش کنم که پاسخ بفرمایید. به نظر شما آیا ارتش ایران در دوران محمد رضا پهلوی یا امروز خدمتگزار ملت ایران بوده؟ آیا ارتش ایران ملی بوده یا هست؟ آیا سران فعلی ارتش ملی هستند؟ یعنی محافظت از آب و خاک و ملت براشون اولویت داره یا حفظ نظام؟ آقای دکتر خواهش میکنم. عرض کنم که ارتش ملی تعریف خودشو داره. ارتشی رو ملی میگویند که خود رو تحت حاکمیت ملت بداند بر اصل حاکمیت ملی و کار خیش رو دفاع از حقوق ملی بداند هر بار که این حقوق ملی توسط یک نیروی مسلح بیگانه مورد تجاوز قرار گرفت و دفاع کنه از تمامیت ارضی ایران باز هر بار که این تمامیت ارضی کشور به خطر افتاد. پس این از خودش نمیتونه مرامی جز اون چه که مشترک است بین همه طرز فکرها، دینها و غیر دینها در یک جامعه که حقوق ملی است. البته حقوق شهروندی هم همینطوره، منتها اون پاسداریش در به ترتیبی که عرض کردم وقتی از بیرون کشور مورد تجاوز قرار بگیره بر عهده ارتش می شود. حالا اگر یک ارتشی این طور تعریف شد که یک سازمان است، یک جامعه است فوق جامعه ملی، علا حتی جدا اونجور که در دوره شاه تعریف می شد و در مجلس گفتن که دولت یعنی شاه، شاه یعنی نماد ارتش، ارتش بالاتر از همه. بقیه نمایندگان هم احسن گفتند و صحیح هست گفتند. حالا در دوران کنونی همین حرف راجع به سپاه میزنند به یه عبارت دیگه ای، ولی هم محتواش همینه. این سپاه، ببینید یه ملتی انقلاب کرده، گرد رو بر گلوله پیروز کرده، این ناتوانه که انقلاب خودش حفظ کنه، لازم میشود که سپاه پاسدار به وجود بیاد برای حفظ انقلاب و حفظ نظام. و این تعریف می شود که این در خدمت ولایت مطلقه فقیه هست. خب این تعریف با ارتش ملی سازگاری ندارد، چنان که تعریف قبلی هم با ارتش ملی سازگاری نداشت. با وجود این ارتش ایران بعد از اینکه متلاشی شد، خصوصا بعد از قضیه ماجرای کودتای نوژه و حمله عراق، فرصتی فراهم کرد برای این ارتش که زیر ضربات دشمن تجدید سازمان کرد و با کمبود وسایل و تجهیزات نظامی توانست وطن خیش رو حفظ بکنه، به ترتیبی که بنابر اسنادی که محرمانه انگلستان که این ایام از قید محرمانه خارج شده، ارتش عراق در چهارمین ماه جنگ شکست خودش پذیرفته بوده و در پی این بوده که یک به اصطلاح یه توافقی انجام میگیره از مخمصه خارج بشود. خب چون این ارتشی با اون سوابقی که داشت، خب از اول که ارتش قزاق بود که با فرماندهی روسا، بعدم شد ارتش شاهنشاهی با ترتیبی که عرض کردم، حالا در مقام دفاع از وطن شد ارتش ملی. البته سازماندهیش هم تغییر کرد. این تغییر سازماندهی است که خصوصا ممکن کرد پیروزی ارتش ایران رو، به ترتیبی که اون در اون
ارتش پیشین، همینطور در حال حاضر هم همینطوره در مورد نیروهای مسلح، چون این در خدمت اون قدرت به اصطلاح رژیمه، پس سازماندهیش به ترتیبی است که کاملا در اختیار اون محور قدرت باشه. من این رو تغییر دادم، این سازماندهی رو، و همراه کردم در سلسله مراتب ارتش اختیار رو با مسئولیت، و این ابتکارات رو آزاد کرد و ارق دینی و وطنی هم به مدد رسید و به قول سران کشورهای هشت کشور که به ایران آمدن گفتن که کاری که ارتش ایران کرد حماسه نبود، معجزه بود. آقای دکتر، ارتش متلاشی، معذرت میخوام آقای دکتر، وارد دوره جنگ میشیم حالا اگر زمان اجازه بده، به ویژه حضور شما در منظورم این بود که این ارتش ملی چگونه ویژگی پیدا میکنه، اینو میخواستم بگم. بله بله. و چقدر توانا میشه. همین رو عرض میکنم که باز برمیگردیم، احتمالاً این بحث رو شما ادامه خواهید داد. اجازه بدید که هنوز وارد دوره جنگ نشده یا به هر حال به ارتش بپردازیم با یک پرسش دیگه از یک دوست فیسبوک. چرا شاهنشاه با درک خطر از سوی نیروهای توده‌ای و اخراجشون از ارتش با ارتشیان مذهبی تندرو هم این کارو نکرد؟ ارتش به تدریج توسط نیروهای مذهبی اشغال شد یا جو عمومی آن زمان باعث شد تا ارتش جوگیر بشه و به انقلاب بپیونده؟ همین ارتش نالایق سال بعد انقلاب در جنگ با عراق از خودش رشادت ها بروز داد. پس بیمایه بودن اون منتفی است، اینطور نیست؟ آقای دکتر، بنده خواهش کردم که این پرسش پخش بشه تا شما ادامه صحبت. بله. عرض کنم به شما این که انسان است دیگه. انسان وقتی که اون شخصیت خیش رو بازیافت و اون فرصت پیدا کرد برای اینکه هنر خیش رو نشون بده، این می شود انسانی که افسران، درجه داران، سربازان ایرانی بودند در برابر متجاوزی که عراق بود. گفتن که به این سوال کننده محترم عرض می کنم که در سپاه نادر یک سربازی خیلی رشادت به خرج می داد. نادر او رو احضار کرد و گفت که تو وقتی که به اصفهان حمله شد، محمود افغان کجا بودی؟ گفت همین اصفهان. گفت خب اونجا چرا این رشادت رو نکردی؟ گفت اونجا ناظر نبود و این فرصتی که شما ایجاد کردید نبود. بله، این فرصتی که یک انسان، یک سازمان نظامی پیدا میکنه برای اینکه غرور ملی پیدا کنه، خود رو در خدمت یک ملت بدونه، این فرصت کم پیش میاد برای سازمان های نظامی، برای ارتش ایران پیش آمد. بنابراین اون رشادت رو به خرج دادن. وطن همواره مدیون فداکاری های اونهاست و سرفراز است به داشتن ارتشی که وطن خیش رو حفظ کرد، در حالی که واقعا همه، من خودم میرفتم به جبهه ها برای اینکه کشته بشم. اینقدر اون روزهای اول تلخ بود، سخت بود، ولی دلیرانه ایستادند. بعدم سرنوشت جنگ رو به ترتیبی که عرض کردم تغییر دادند. این دلیلش این است، دلیلش این فرصتی است که ارتش ایران پیدا کرد. صدر شما صدای بنده میاد؟ بله، صدای شما میاد. آقای دکتر، شما اشاره کردید که به جبهه ها میرفتید. یک سخنرانی شما داشتید در همون موقعی که هر روز به جبهه میرفتید درباره آزادی بیان در جبهه. من وقتی داشتم این سخنرانی رو گوش میدادم، نخستین پرسشی که در ذهنم مطرح شد بود که چه ضرورتی بوده است که شما این سخنرانی رو بکنین؟ اجازه بدین یک که کوتاهش رو پخش کنیم که بینندگانم آشنا بشن با موضوع. بازگردیم، پاسخ بفرمایید شما. حتی نمیشود آزادی بیان نداشت و در جبهه با استواری جنگید. پس اگر ما
آزادی بیان باشد، او جرأت کنه اشکالات کار خودش رو بگه، همونجور که در جنگ صفین بود که طرف گفت که بگو اینم خدا به چه دلیل هست. یه بحث اساسی بود اونجا. اگر رفع بیم و نگرانی تردید در آدمی شد با استواری می جنگه. اگر تردید ها موند، چرا ها موند، عیبه ها موند، خب با تردید می جنگه. من همین یک روز قبل از اینکه بیام به تهران در بوشهر رفتم برای بازدید نیروی دریایی و یک جوایزی به خلبان هایی که بیشتر از 50 بار پرواز کرده بودم. جوایز این چیزی کجا به سراغ جنبه معنوی داشت، جنبه مادیش به سراغ همین چیز خاطره بود. خب اگر این تردید داشت، اولی رو پرید دوباره میگو من ماموریتم انجام دادم. آقای دکتر چه بود ماجرا؟ ببینید که آزادی رو کی تهدید میکرد؟ همونهایی که کودتا کردند و بساط استبداد رو گستردند و اون وقت هم شعارشون این بود نصف ایران برود بهتر از این است که بنیصد پیروز بشود. سال 60 رو میفرمید. بنابراین ارتش و ارتشی ها تهدید میشدن و روزمره و هر وقت هم جلسات نظامی هر شب تشکیل میشد دیگه با جلسه نظامی شورای نظامی در اونجا همچنین در آغاز جلسه میگفتن ما میدانیم که بعد از این جنگ ما را خواهند کشت ولی از وطنمون دفاع میکنیم. یعنی اطمینانی نداشتن به اینکه این رژیم تحمل بکند پیروزی ارتش رو. در واقع 8 سال جنگ ادامه پیدا کرد. یه دلیل عمدهش این بود که این رژیم نمیخواست نه ارتش پیروز بشه، حالا بعد که خودش سپاه رو وارد عمل کرد نه سپاه پیروز بشود. اونا میخواستن اون قضیه ماجرای ایران گیت و افتضاح بزرگ برای این بود که اونا میخواستن که پیروزی سیاسی به دست بیاورن در عین ناتوانی نظامی. حتی یادآور میشوم که وقتی نام 1000 میانه رو رو در لندن به سرهنگ نورس دادند به او گفته بودند که برای اینکه این میانه روها در ایران بتونن حاکم بشوند باید ما در جنگ شکست بخوریم. خب این دیدگاه بوده. این دیدگاه فرمانده کسی که فرمانده جنگ داره چه باید بکنه؟ باید دفاع کنه از آزادی. باید دفاع کنه از آزادی برای اینکه هم ایرانی ها بتوانند ببینند در جبهه ها چه میگذرد، سانسور نشود، هم نیروهای مسلح مطمئن بشوند که این وداکاریشون به اطلاع مردم ایران میرسد و مردم حافظ اونها خواهند بود در برابر این متجاوزان به حقوق همه از جمله حقوق نظامیانی که از وطنشون دفاع میکردن. دلیلش این بود. بله آقای دکتر، چه کسی صحبت این هست که در همون اوایل انقلاب طرح انحلال ارتش هستن برده شد به شورای انقلاب، چه بود ماجرا و کی این طرح آورد؟ اول انقلاب نبود، این در واقع بعد از اینکه انتخابات ریاست جمهوری انجام شد آقای بهشتی گفته بود که یا انتخابات ریاست جمهوری نمی شود یا بنیصد به ریاست جمهوری انتخاب نمی شود. خب انتخابات شد و بنیصد هم رئیس جمهور شد. حالا باید که کاری کرد که این خونسا بشه. حالا کودتای نوژه هم این فرصت فیش آورد. بعد از کودتای نوژه آقای بهشتی در واقع به عنوان رهبری حزب جمهوری اسلامی که تنهایشون نبود، آقای خامنه‌ای بود، آقای هاشمی رفسنجانی بود، همینا تشریف داشتن. اینا طرحی آوردن به شورای انقلاب که چون این خطر، این کودتای نوژه معلوم میکنه که این ارتش همچنان خطرناکه، پس باید منحل بشود و یک کمیته 3 نفری اداره امور کشور رو در دست بگیره
کمیته 3 نفری، یک نفر نماینده از شورای انقلاب، یک نماینده از دادگاه های انقلاب، یک نماینده هم از سپاه. خب در واقع یک تر کودتای شسرفته بود. عرض کنم به شما، حالا من در تهران بودم یا نبودم، این طور که یادمه آقای مهندس بازرگان در اون جلسه گفت خب این بفرمایید که شما میخواهید کودتا کنید دیگه، بر ضد رئیس جمهور میخواهید کودتا کنید، از اقلا بگذارید خودش حاضر باشه در تهران. به هر حال به من اطلاع دادن، آمدم تهران و اینا ترک کردن اون ترشون. گفتم خب شما میفرمایید که ارتش ترس دارد که اینا کودتا کنه، حکومت نظامی درست کنه، خود شما دارید همون حکومت رو دارید برقرار میفرمایید. جلوگیری از کودتا به این ترتیب که شما میگویید نیست، به تغییر سازماندهی ارتش است، به ترتیبی که اون تمرکز قدرت در یک شخص نباشه نشه کودتا کرد. نه اینکه شما بیارید یک کودتایی رو خودتون انجام بدید، اونی که ازش میترسید خودتون بکنید. نه، من این خطرناکه، بدون ارتش وطن چجور دفاع کنیم؟ با این صحبتهایی که میشود راجب تجاوز عراق، اصلا این قضیه نوژه مقدمه حمله عراق، شما میفرمایید که ارتش منحل کنیم بعد عراق به ایران حمله کنه، چجوری دفاع کنیم از وطنمون؟ با آقای خمینی در اون نامه هایی که با آقای خمینی نوشتم این مفصل این توضیح داده شده. خودم هم با ایشون صحبت کردم، اون زمان آقای خمینی سخت مخالفت کرد، گفت اینا رو بذارید کنار، اینا رو بذارید کنار، بله ارتش منحل نباید بشود. آقای بنی صدر، به صحبت همچنان بعد از 30-35 سال هست که ابوالحسن بنی صدر خیانت کرد به ایران در دوره جنگ ایران و عراق. خودتون خواهش میکنم توضیح بفرمایید. صحبت هست نیست؟ صحبت بله صحبت میگم هست، نه اینکه از همه طرف صحبتی که من فراموش کردم بگم، صحبت که در رسانه های جمهوری اسلامی ایران هست. بعد از 35 تبلیغاتی آقای دستگاه تبلیغاتی آقای خامنه ای، بله ببینید یه خیانتی مسلما انجام گرفته، هیچ پروبرگرد نداره. یک پیروزی رو گفتم به شما که اسناد میگویند که در چهارمین ماه جنگ عراق آماده پذیرفتن صلح بوده، شکستش پذیرفته بوده. در خرداد 60 یک هیئت عدم تعهد طرحی رو برای پایان دادن به جنگ آورده بود که شورای عالی نظامی دفاع تصویب کرد، آقای خمینی تصویب کرد و اون هیئت رفت به بغداد. موافقت آقای صدام حسین را هم گرفت. اینا قرار بود که بیان در 24 خرداد 60 به تهران، هرگز نیامدن. از دفتر آقای رجایی تلفن شده بود وزیر خارجه کوبا که فعلاً فعالی در حال انجام است در تهران، شما فعلا نیایید. خب اونا نیامدن. 8 سال جنگی که اون وقت باید تمام میشد 8 سال ادامه پیدا کرد. یک نسل ایرانی قربانی شد. به قول خود اینا 1000 میلیارد به ایران دلار خسارت وارد شد. این خیانت مسلمیه. یه استبدادی هم روی دست این ملت بیچاره موند. خب حالا اون خائنها کودتا کردن، حکومت دستشونه. اونها به کسی که به قول اون سران 8 کشور گفتم که گفتن این حماسه نبود، معجزه بود. اون ارتشی که اون معجزه رو کرد، کسی که در فرماندهی اون ارتش بود و وقتی اینها به اصطلاح کودتا رو میکردن، اونها شجاعت کردن، فرماندهان اون ارتش در تلویزیون ایران گفتن نقش تعیین کننده بنی صدر رو در دفاع از وطن. چه میخواد بگن اونا؟ این خائنا چه باید بگن؟ بله. حالا جرمی هم که برای من میتراشیدن اون رو میگویند خیانت، این است که میگویند که به افراد سپاه اسلحه سنگین نمیداده.
آقایان اون زمان سپاه 20,000 بیشتر نیرو نداشت، عده کمی از اونها در جبهه های جنگ بودن، تازه اینا تفنگ عادی رو بلد نبودن. خود فرماندهانشون ده ها بار گفتن که اون زمان اینا به این کار توانا نبودن. اونجا کسی که داوطلب به دفاع از وطن شده باشه و من به او اسلحه نداده باشم یک نفر هم نیست. اینها دروغ میسازند و میگویند دیگه، حالا هم که اون در رژیم و در سانسور خودشونه و خائنها نشستن بر اریکه قدرت، خادمها رو میگویند خائن. بله آقای دکتر برنستد، دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اجازه بفرمایید که یک سوال کوتاهی بپرسیم که سوال خیلی از دوستان فیسبوک هست. علت و دلیل حکام ایران از عدم تشکیل ارتشی واحد متشکل از سپاه و ارتش کنونی چی میتونه باشه؟ بله بفرمایید. علتش همین استبدادی است که برای این کشور تحویل کردن، هیچ دلیل دیگری جز این ندارد. در شما رژیم های استبدادی اینا بیشتر اون زمان الگوشون این رژیم های بعثی سوریه و عراق بود. البته رژیم های کمونیستی هم همین وضعیت رو داشتن، مثلا دوگانه دو ارتشی بودن. خب اینا در حال حاضر فعلا این عقدی در واقع این سپاه فرزند صیغه‌ای این ارتشه در حال حاضر، یعنی بیشتر توجه رژیم به عنوان ستون فقرات این سپاه پاسداره. از دید من این خیانت است به افراد سپاه پاسدار، برای اینکه یک آدمی که این لباس پوشیده به تن به جایی که مدافع حقوق ملی باشه خودشو در تحت امر یک ملت بزرگ بداند، این به خودش بگوید من آنم که نماینده ولایت مطلقه فقیه هم، همه اختیارات هم دارم، به کارم میبرم. طبیعتاً این قرار میگیره در برابر ملت که قرار گرفته. این است که در وقتی ارتش ملی نمایندگی میکنه از ملت در برابر بیرون قدرت‌های خارجی، این گونه نیروهای مسلح در واقع در درون کشور در برابر ملت خودشون قرار گرفتن، نمایندگی میکنن از یک استبداد تبهکاری که حاصل کارش فساد است و خیانت است و جنایت. پس این نمیتونه بره دنبال یک ارتشی با یک سازماندهی متناسب با ارتش ملی در خدمت حقوق ملی و حاکمیت ملی مردم ایران. سپاسگزارم آقای دکتر ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران و فرمانده جانشین فرمانده کل قوا در دوره‌ای که در ایران تشریف داشتن، در دوره جنگ ایران و عراق. نه فرمانده کل قوا، نه جانشین، فرمانده کل قوا که تحفیز کرده بود آقای خمینی در واقع. طبق قانون اساسی. درود بر شما. طبق قانون اساسی اون آقای خمینی یک نصبی نادرستی انجام داد و یک عزل خلاف قانون اساسی انجام داد. سپاسگزارم از تصحیحی که فرمودید. شبتون بخیر در فرانسه آقای بنی‌صدر.